ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. الحمدلله الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه صائمین ماه مبارک رمضان، بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. یکی از موضوعات دیگری که مرتبط به ماه مبارک رمضان و در این شبهای با عظمت و در این روزهای با برکت مرتبط هست، مسئله دعا هست. وقتی میگیم ارتباط دعا با روزه، ما از آیات قرآن میبینیم که الله سبحانه و تعالی در ادامه آیات که بحث روزه هست، یا در وسط آیات که بحث روزه هست، مسئله دعا را بیان میکنه. اول آیه وقتی میفرمای یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، در وسط و در ادامه میفرمای و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. پس دعا ارتباط کامل و ارتباط خاص به روزه ماه مبارک رمضان دار. دعا عبادت هست، در این شکی نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماین الدعا هو العباده، عبادت هست. و عبادت را هم می دانیم که باید خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی و برای الله سبحانه و تعالی صورت بگیره و انجام داده بشه. ارتباط به دعا فضائل زیاده، برکات زیاده و موضوعات زیاده الله سبحانه و تعالی در آیات زیاده بحث دعا را مطرح میکنه. دعا مناجات هست، راز و نیاز هست، درد دل هست. تو ای بنده ای که برای تو غمی میایه، اندوهی میایه، پریشانی میایه، فورا با رب خود راز و نیاز میکنی، با الله میگی درد خود را، رنج خود را، مشکلات خود را. نعمتی برای تو میرسه، از الله تشکری میکنی. خلاصه این دعا هست که بین عبد و بین رب یک تواصل هست، وسیله هست، یک گامیه که انسان برمیداره طرف حرکت به سوی پروردگار عالم. الله سبحانه و تعالی می فرمایه ان الذين يستكبرون عن عبادتي، همان کسانی که تکبر می ورزن، اباه می ورزن از عبادت من. اون عبادت چی هست؟ عبادتیه که دعا هست. چی کسی دعا نمی کنه؟ چی کسی دروازه الله را در نمی زنه؟ انسان متکبر، انسان خودخواه، انسانی که سر تا پایش کبر و غرور گرفته، دست بالا نمی کنه، دعا نمی کنه، تضرع نمی کنه، اشک نمی ریزه، گریه نمی کنه به پیشگاه الله سبحانه و تعالی.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، شما دعا کنین من اجابت میکنم. اما ای کسی که تکبر میورزه ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، به جهنم میره. تکبر کردی برو جهنم، از دعا ابا ورزیدی خودت محروم میشی. الله سبحانه وتعالى وعده داده وقال ربكم ادعوني استجب لكم، من دعای دعا کننده را اجابت میکنم. چی ذاتیه؟ چی ذات مهربانی؟ با او عظمت و بزرگی دعای من ضعیف را میشنه و قبول میکنه و اجابت میکنه. الله اکبر، خیلی مهمه، خیلی مهمه. ذاتی که همانقدر که او بزرگ هست همانقدر من ضعیف هستم. ای بنده لحظه فکر بکن، او ذات با همه عظمت و بزرگی و من بنده با همه ضعف و زبونی، با همه بیچارگی دست بلند میکنیم. الله میگه بیا، چی میخوای؟ چی طلب داری؟ ببینید عزیزان و بزرگواران، الله سبحانه و تعالی چنان دروازه دعا را باز گذاشته که می فرمایه وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، من نزدیک هستم، هر کس سوال داره بیایه. در کل قرآن وقتی نگاه میکنیم بحث سوال مطرح میشه، بحث سوال مطرح میشه. يسألونك عن الأهل، وقتی از ماها پرسان میکنن، از اهله، از هلال پرسان میشه، قل بگو هی مواقیت. يسألونك عن الأنفال، قل بگو. يسألونك عن الساعة، قل بگو. يسألونك عن الخمر والميسر، قل بگو. يسألونك عن المحيض، قل بگو. خیلی مهمه، هر سوالی که از پیامبر میشه لفظ قل میآیه، قل بگو، بگو ای پیامبر، بگو ای پیامبر، جواب بده ای پیامبر. اما در این آیه متوجه باش این نکته ظریف را، و اذا سألك عبادی، وقتی سوال میکنن از تو ای پیامبر درباره من، بندگان من، چی بگو؟ قل هست در این آیه؟ نیست، نمیگه قل بگو. الله سبحانه وتعالی میگه فإنی قریب، من نزدیکم. علما مفسرین میفرمایند که الله سبحانه و تعالی به اینجا لفظ قل را نیاورده به خاطر اینکه میخواد به تو ای بنده بفهمانه که در وقت دعا نمیخواهم بین من و تو هیچ کس واسطه قرار بگیره، فقط و فقط من و تو با هم راز و نیاز داشته باشیم، من و تو با هم دیگر گفتگو داشته باشیم، من و تو با هم دیگر فقط تو بگو من بشنوم، و تو طلب کن تا من اجابت کنم، و تو بخوا تا من برای تو بدهم. الله اکبر، حتی پیامبر را هم نمیخواد در وسط باشه. در درگه ما دل را یک دل کن، آنچه غیر از ماست آن را یل کن، نرو دنبال این و آن. در درگه ما دل را یک دل کن، آنچه غیر از ماست آن را یل کن. یک صبح، یک شب، یک لحظه، یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، دستان خود را بلند بکن، دروازه ما را در بزن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گل کن. الله اکبر،
پس مسئله دعا خیلی مسئله مهم هست. انبیاء علیهم السلام دعا می کردن. حضرت آدم علیه السلام گرفته تا حضرت خاتم، حضرت آدم می گفت ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. انبیا همه ربنا ربنا داشتن. بندگان صالح الله سبحانه و تعالی دست به دعا هستن و دعا می کنن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماین در حدیث ولا يرد القدر الا الدعاء. هیچ چیزی قضا و قدر پروردگار را رد کرده نمیتانه مگر دعا. دعا است. اگر در قضا و قدر تو مسائل صعب دشوار رقم زده شده باشه، میتوانی به وسیله دعا او را رد کنی. دعا بکن. آن مسئله ای که میدانید که تغییرش مشکله، پیش من و تو مشکله، پیش ذات اقدس الهی سهله. اون گریه که میدانی هیچ کس باز کردن نمیتانه، باز کردنش پیش الله سهله و آسانه. پس دعا کن. وقت افطار، وقت سحر، بعد از تلاوت قرآن، بعد از نمازهای فرض و نفل، و دعا کن. همیشه به پیشگاه الله سبحانه و تعالی دستان تو بلند باشه. الدعا هو العباده. دعا عبادت هست. حالا شروط قبولیت دعا. دعا از خود شروطی داره، از خود آداب داره. باید ما آداب دعا و شروط دعا را بفهمیم و بدانیم. اول، وقتی که آغاز می کنیم به دعا، در ابتدای دعای ما حمد و ثنای پروردگار باشه و درود بر پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه. بعد دعا کن، خواسته هایی که داری از الله بخوا، پایانش هم با حمد و ثنا و درود پیامبر صلی الله علیه و سلم. می دانی؟ اولش حمد و ثنا، وسطش خواسته هایی که داریم، آخرش حمد و ثنا. این تقدیم بشه به پیشگاه الله. حمد و ثنا و درود به نزد الله رد نمیشه. اول و آخر دعا رد نمیشه. آیا اللهی که کریم هست اول و آخرش را میپذیره وسطش را رد میکنه؟ هرگیز. پس دعایی که در اول حمد و ثنا داشت، درود بر پیامبر داشت، در آخرش حمد و ثنا و درود بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، این دعا مورد اجابت پروردگار و قبول پروردگار واقع میشه. دوم، عزم محکم به دعا و عجل نکردن به اجابت. چیزی که از الله طلب می کنید یقین بدانید که الله این را قبول کرده، این دعای تو اجابت شده. اما فکر نکن که همین لحظه به چشم سر ببینی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه دعا کردن، اثراتی را چند سال بعد در بدر و در احد دیدن. امروز دعا می کنیم، چیزی از الله طلب می کنیم، الله حکیم هست، خبیر هست، دانا هست. شاید او چیزی که ما طلب میکنیم امروز به نفع ما نباشه. اولاد طلب میکنیم، شاید این اولاد به نفع ما امروز نباشه، امسال نباشه، چند سال بعد باشه. سرمایه طلب میکنیم، شاید این به نفع ما نباشه. مریضیم، از الله طلب شفا میکنیم، خود ما امروز جور نشدیم، مریض ما صحتمند نشد، یتمن در نفع ما هست. مریض امروز صحتمند بشه، شاید بیرون بشه، او را تصادف و موتر بگیره که بعدن بگیم کاش مریض می بود و از بستر شفاخانه حرکت نمی کرد. پس الله حکیم و خبیر هست. از جمله شروط دعا و آداب دعا اینه که عزم و
یقین کامل به اجابت و همچنین عجل نکردن به اجابت. نکته دیگر که در وقت دعا خود را به تکلف نیندازید که جملات با سج و با قافیه و با اینها برابر کردن. دعا کن، مهم اخلاص تو هست، مهم او راز و نیاز قلبی هست. با هر لفظی، با هر زبانی، با هر اشاره کن الله سبحانه و تعالی. هنوز به زبان تو نیامده، الله میدانه که تو میخواهی چی بگی و چی خواسته داری. نکته دیگر، در وقت دعا خشوع و خضوع، تضرع داشته باش، خشوع قلبی داشته باش. خشوع قلبی و تضرع و زاری و پیشگاه الله سبحانه و تعالی. در وقت دعا دستان خود را بلند بکن و دعا بکن، عشق بریزان، گریه کن، ناله کن به پیشگاه الله سبحانه و تعالی. ارزش داره، زیبایی داره. چی زیبایی که انسان سر به سجده و پیشگاه الله می اندازه، چی زیبایی که در سجده انسان گریه می کنه، چی زیبایی که انسان به پیشگاه رب خود بناله، چی زیبایی که انسان به اصطلاح عوامی چاپلوسی پروردگار را داشته باشه. بنال، گریه کن، زاری کن. نکته دیگر، در دعا اسماء الحسنا را وسیله کن. در دعای خود از اسماء الحسنا استفاده کن. یا الله تو کریمی، یا الله تو رحیمی، یا الله تو جلیلی، یا الله تو رؤوفی، یا الله تو رحمانی. وقتی میخواهید از کفار و ظالمین انتقام بگیری، دعا کن یا الله تو منتقمی، یا الله تو قهاری. وقتی میخوایی به کسی مهربانی و لطف داشته باشی، یا الله تو رحیمی، تو رحمانی. و همچنین که از همه مهمتر در دعا، مسئله روزی حلال هست. روزی حلال در دعا خیلی نقش داره. اگر روزی حرام بود، اگر طعام حرام بود، اگر لباس حرام بود، دعا قبول نمیشه. پس این نکته را باید متوجه باشیم. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که در این ماه مبارک رمضان که ماه دعا هست، فرصتهای عظیم و بزرگ را از دست ندهید، خصوصا دعا در وقت افطار. دعا کن به حق خود، به حق اولادهای خود، به حق فامیل خود، به حق خانواده خود، به حق همسایگان خود، به حق اهل قریه خود، به حق همشهریان خود، به حق مملکت خود و به حق کل امت اسلامی دعا کن. از الله بخواه که الله مشکلات همه امت اسلامی را حل کنه. وقت سحر وقت دعا هست. الله سبحانه و تعالی دعای همه دعا کنندگان را در این روزهای مبارک و در این شبهای مبارک قبول درگاه خیش بگردانه و بر ما توفیق بده که ما همیشه دست به درگاه الله سبحانه وتعالی بلند داشته باشیم و همیشه دروازه الله را بکوبیم و همیشه از الله بخواهیم و همیشه از الله طلب داشته باشیم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تا برنامه بعد همه شما عزیزان را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان. ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان، رمضان.
الله.